دوستان گرامی، با درود در نام خداوند ما عیسی مسیح. امروز پنجشنبه سوم فوریه 2022 هست و صحبتم را در مورد دانیال نبی، مرد بسیار محبوب خدا، برای بار دوم ادامه می دهم. مرد حیرت انگیزی بود دانیال که همه عمرش پاک زندگی کرد در حضور خدا. خدا به او احترام می گذاشت، به او توانایی و حکمت داد، تعبیر خوابها به او داد و همچنین او معرفت آسمانی داشت. خدا بهش عطا کرده. این جوان اشرافزاده که از یهودا به اسارت به بابل آورده شده بود، یکی از مهمترین رهبران امپراتوری بابل گردید. بحث را ادامه دهیم. در فصل چهارم دانیال دومین خواب پادشاه را برای او تعبیر می کنه. پادشاه خوابی دیده است بسیار هوشیار دهنده و جدی، و دانیال مشورت مهمی به پادشاه می دهد. پیشنهاد می کنم که کتاب دانیال را که 12 فصل داره چندین بار بخوانید، چون یکی از مهمترین کتاب های کتاب مقدسه. دانیال در فصل چهارم آیه 27 به پادشاه، به یکی از مهمترین پادشاهان تاریخ چنین میگوید: پس پادشاها، مشورت من تو را پسند آید. با پارسایی خیشتن را از گناهان به دور دار و با شفقت بر فقیران از خطایای خیشتن اجتناب کن تا کامرواییت به طول انجامد. گفتن این کلمات هشدار دهنده به پادشاه بزرگی چون نبوکدنصر جرأت و شهامت زیادی میخواد. گفتن این که از گناه دور بمان، یعنی در گناه هستی، از خطایایت اجتناب کن، یعنی داری خطا میکنی. هر رهبر روحانی جرأت نداره این کلمات را به پادشاه بگوید، ولی دانیال در حضور خدای قدوس، خدای آسمان ها زندگی میکرد. او از هیچ انسانی، حتی پادشاه، نمیترسید. پدرم بردرست، بنیانگذار کلیسای پر از روح القدس فارسی زبان در ایران، بارها به من چنین میگفت: اگر از خدا بترسی، یعنی خدا را عمیقا احترام کنی، از انسان نخواهی ترسید. اگر از انسان میترسی، یعنی خدا ترس نیستی. من هرگز ترس را در پدرم ندیدم، چون او از خدا می ترسید. خداوند ما عیسی مسیح را عمیقا احترام می کرد. یک سال گذشت و باز پادشاه در اوج خودشیفتگی قرار گرفت. در باب 4 آیه 30 می بینیم که خودش برای خودش داره دست می زنه و زیر داوری شدید خدا قرار گرفت. در تاریخ این مسئله بارها و بارها تکرار شده. مواظب باشیم برای ما تکرار نشه. مسکن اون ناگهان از کاخ شاهی به بیابانهایی که حیوانات صحرا در اون به سر می بردن منتقل شد. مثل گاوان علف می خورد. کسی که تا دیروز یکی از قوی ترین شاهان جهان بود، مثل گاوها داره علف می خورد. فکرش از کار افتاد. مدت‌ها بعد دوباره وقتی عقلش به خودش برگشت، پادشاه فروتن شد. او تحت تأثیر صحبت‌های قبلی و مشورت‌های دانیال، مرد خدا چنین می‌گوید در دانیال باب 4 آیه 34 و 35: آنگاه آن متعال را متبارک خواندم و او را که تا به ابد زنده است ستایش و تکریم کردم، زیرا سلطنت او سلطنتی است جاودانی، پادشاهیش نسل اندر نسل. اینو پادشاهی میگه که میدونه پادشاه واقعی خداست. ساکنان زمین جملگی هیچ شمرده میشوند و او بر طبق اراده خیش عمل میکند. در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین کسی را یارای آن نیست که دست او را باز دارد و یا او را بگوید چه کرده ای.
اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را می ستایم و تمجید و تکریم می کنم، زیرا همه کارهای او حق و راههایش عدل است. او قادر است که کسانی را که با تکبر رفتار می کنند پس گرداند. خوب توجه کن هموطن مسیح ایرانی، شاید بعضی از خادمین به این پیام دارن گوش می کنن. متاسفانه خیلی از خادمین، من جمله خادمین ایرانی، از القاب و عناوین خوششان میاد. بعضیا میخوان همیشه جناب استاد، کشیش، دکتر، پروفسور، رهبر و این و آن خوانده شوند. مواظب باشیم که خیلی در قید و بند این عناوین نباشیم. من خودم ترجیح میدهم اگر کسی منو صدا میکنه، بردر لوکاس صدا بکنه. آیا باید خادمین خدا را احترام گذاشت؟ البته. ولی جلال تنها و تنها شایسته خداوند ما عیسی مسیحه. ولی که او بدون ما همه کار میتونه بکنه، افرادی مثل من بدون او هیچ کاری نمیتونم بکنه. اگر کسی میخواد از من، بردر لوکاس، به من احترام بذاره، بهتر اون چیزا رو که از کلام خدا میگم، نه از خودم، از کلام خدا میگم، اون را انجام بده و از کلام خدا اطاعت بکن. من در بین خودم و هیچ ایمانداری فرقی نمیبینم. ما همه فرزندان خدا هستیم. ما در کلیسا مقام نداریم. ما تنها دعوت خدمتی داریم. یکی شبانه، یکی رسوله، یکی نبی هست. اینا مقام نیست، دعوت الهی هست. ما افراد روحانی را به خاطر مقامشون احترام نمی کنیم، بلکه به خاطر خدمتی که با تمام وجود به خداوند و قوم او انجام می دهند. عیسی مسیح خداوند، موسی، پولس رسول، دانیال و دیگران افراد بسیار حلیم و فروتنی بودند. در بزرگی فروتن بودند. بیایید از غرور و تکبر و خودشیفتگی توبه کنیم و بیرون بیاییم و با فروتنی خداوند ما عیسی مسیح و قوم خدا را خدمت کنیم. پتروس رسول در اول پتروس باب 5 آیه 5 و 6 چنین می‌فرماید: همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر ببندید، زیرا خدا در برابر متکبران میستد، اما فروتنان را فیض میبخشد. پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد. در فصل 5 نبوکدنصر از صحنه خارج شده و نوش بلشصر پادشاهی میکنه. از همه وقایعی که با پدر بزرگش اتفاق افتاده است آگاهه. او جامهای طلا و نقره‌ای که پدر بزرگش نبوکدنصر از معبد یهود، معبد خدا در اورشلیم آورده، اونا را میاره و در آنها با رؤسای مملکت، با زنان و متعه‌هایش شراب میخوره و بت‌های طلا و نقره را ستایش میکنه و با این کار به خدای واقعی، خدای دانیال، توهین میکنه. ناگهان دستی انسانی ظاهر میشه و شروع میکنه در روی دیوار نوشتن. رنگ پادشاه میپره، فوق‌العاده مضطرب میشه و ترس وجودش را فرا میگیره. همه صاحب منصبان نیز در وحشت هستند و هیچ کس قادر به خواندن آن نوشته و تعبیر آن نیست. شهبانون میاد و میگوید کسی هست که روح خدایان قدوس در اوست. دانیال میتواند بگوید که بر دیوار چه نوشته شده است. دانیال را به حضور پادشاه میآورند. معلوم است که مدت‌ها در کاخ نبوده. پادشاه به او چه میگوید؟ در باب 5 آیه 16 میخوانیم: حال اگر بتوانی این نوشته را بخوانی و تفسیرش را برایم بیان کنی،
جامعه ارغوان بر تنت خواهند کرد و توقی زرین بر گردنت خواهند نهاد و حاکم سوم در مملکت خواهی شد. ممکن این صحبت ها دیگران را خیلی براشون جالب باشه، ولی جواب دانیال به پادشاه خیلی جدی است. معلوم است که دانیال از کارهای پادشاه اصلا خوشحال نیست. در آیه 17 می‌خوانیم که چیزی به پادشاه میگه که کمتر کسی جرأت داره به پادشاه بگه. صحبت دانیال به بلشصر پادشاه: هدایایت از آن تو باشد و انعامت را به دیگری بده، ولی نوشته را برای پادشاه خواهم خواند و تفسیرش را برای او بیان خواهم کرد. بیایید با هم نگاه کنیم به کتاب دانیال باب 5 آیات 18 تا 28 که دانیال به پادشاه چی میگه. پادشاه ها، خدای متعال به پدرت نبوکدنصر حکومت و عظمت و فر و شکوه عطا فرمود و به سبب عظمتی که به وی بخشید تمامی قوم‌ها و ملت‌ها و زبان‌ها از او ترسان و لرزان بودند. هر که را می‌خواست می‌کشت و هر که را می‌خواست زنده نگاه می‌داشت، هر که را می‌خواست برمی‌افراشت و هر که را می‌خواست پست می‌ساخت. اما چون دانش دلش مغرور و سخت گردید به گونه‌ای که متکبرانه عمل می‌کرد، از تخت پادشاهی خیش به زیر افکنده شد و جلالش از او ستانده گشت، از میان بنی آدم رانده شد و دلش چون دل حیوان گشت و در کنار خران وحشی سکونت گزید. او را همچون گاو علف می خورندند و بدنش از شبنم آسمان تر می شد تا زمانی که دریافت خدای متعال است که در حکومت بشری حکم می راند. هر که را بخواهد بر آن می گمارد و تو ای بلشصر پسر او، اگرچه تمامی اینها را می دانستی خود را متواضع نساختی، بلکه بر ضد خداوند آسمانا خود را برافراشتی. جامهای خانه او را به حضورت آوردند و تو و عمرا و زنان و متعهایت در آنها شراب نوشیدید و خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را که نمی بینند و نمی شنوند و نمی فهمند ستایش کردید. اما خدای را که هست، که نفست در دست اوست و تمامی راحت از آن وی، تجلیل نکردی. پس این دست از حضور او فرستاده شد و این نوشته مکتوب گردید. نوشته این است: منه منه سغل و پرسین. و تفسیر امر چنین است: منه، خدا روزهای سلطنت تو را برشمرده و آن را به پایان رسانده است. سغل، در ترازو وزن شده و ناقص یافت شده ای. پرس، پادشاهی تو تقسیم گشته و به مادها و پارسا داده شده است. همون شب بلشصر در کاخ کشته شد و حکومت کلدانیان بابلیان تمام شد. در فصل نهم کتاب اعمال رسولان، شخصی به اسم سولاس یا شاول در راه اورشلیم به دمشق تا پیروان مسیح را به زنجیر کشیده به اورشلیم بیاره برای محاکمه. در راه از اورشلیم به دمشق نوری از آسمان تابید و او از اسبش به زمین افتاد و صدایی شنید که به او گفت: شاول شاول، چرا مرا آزار میرسانی؟ وی پاسخ داد: خداوندا، تو کیستی؟ پاسخ آمد: من آن عیسی هستم که تو به او آزار میرسانی. آیات 4 و 5 اعمال رسولان باب 9. امروز کلیسای مسیح، خداوند ما عیسی مسیح، شاه شاهان، رهبر تمام کائنات، آفریننده تمام هستی، کلیسای او در افغانستان، کره شمالی، چین، پاکستان، سومالی، هندوستان و متاسفم بگویم در کشورمون ایران در جفاست.
رهبران این کشورها به مسیح دارند جفا می رسانند. مسیح به ما گفته است حتی برای دشمنانمان دعا کنیم، دعای خیر، ولی خدای ما آتش سوزاننده است. تسلیه باب 4 آیه 24. خداوند ما فرصت ها میده ولی یک روز انتقام خواهد گرفت. خدای ما انتقام میگیره برای اینکه خدای عدالت و قدوسیت و ظلم را تا به ابد نمیتونه تحمل بکنه. خدا انتقام خواهد گرفت از همه بی‌عدالتی ها، ظلم ها، تجاوز ها، دروغگویی ها و جفاها. اینها را میبینیم در آیاتی مثل تثنیه 32:41، تثنیه 32:42، اشعیا باب 1 آیه 24، رومیان باب 12 آیه 19 و اول تسالونیکیان باب 1 آیه 6 تا 9. کلیسا در تسالونیکی تحت جفا بود. پولس رسول به کلیسای تسالونیکی چی می‌نویسه؟ اول تسالونیکیان باب 1 آیات 6 تا 9. شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید. این رو داره پولس رسول می‌نویسه، همون سولوس شاولی که یه روز جفا کننده بود و مسیح زندگیشو عوض کرد و به بزرگترین رسول مسیح تبدیل شد و در نهایت در زمان تزارها سرش رو از تن جدا کردند. شما از ما و از خداوند سرمشق گرفتید و در رنج بسیار، امروز کلیسا در ایران در رنج بسیاره، کلام را با این شادی که روح القدس میبخشد استقبال کردید. بدین گونه شما برای همه ایمانداران مقدونیه و آخاییه سرمشق به جای گذاشتید. امروز کلیسا در ایران نمونه هست برای کلیسای افغانستان و کلیسای کشورهای دیگر. زیرا کلام خداوند به واسطه شما نه تنها در مقدونی و اخایه تنین افکن، بلکه ایمان شما به خدا در همه جا بر سر زبان هاست. امروز کلیسای خانگی در ایران اسمش در تمام دنیا سر زبان هاست، چون کلیسای خانگی در ایران به سری و رشد ترین کلیسا در دنیا تبدیل شده، در ظلم ها، در جفاها، در شهادت ها، در زندان ها، در از بین بردن کتاب مقدس ها. دعای من اینه که امروز رهبران کشورهایی که به مسیح و مسیحیان ظلم می کنند از بلشصر و از دیگران درس عبرت بگیرند و بدونند خدای ما آتش سوزاننده است. ما برای همه حتی دشمنانمون دعا می کنیم که چشمان اونها باز بشه برای ملاقات با خداوند ما عیسی مسیح. ولی امروز از این پیام این رو بگیریم که از خدا بترسیم، از انسان نخواهیم ترسید، با تمام وجود خدا را خدمت کنیم، به خودمون شیفته نباشیم، شیفته مسیح باشیم، او را بلند بکنیم، دنبال عناوین و القاب نباشیم، بلکه هدفمون جلال دادن نام خداوند ما عیسی مسیح باشیم. اگه اجازه بدید برای شما دعا بکنم. پدر آسمانی، برای دوستانم در سراسر جهان، ایران و ترکیه و سراسر جهان که این پیام را میشنوند، دعا میکنم خداوند اون روح دانیال، مرد بسیار محبوب خدا که زمانی نخست وزیر ایران شد و به اون خواهیم رسید و امروز قبرش در ایران هست، خداوند و کتاب مقدس هیچ ایرادی از اون نمیگیره، همون روح در ما باشه و ما طوری زندگی کنیم که خداوند شایسته نام پیرو خداوند ما عیسی مسیح. خودت گفتی در موعظه سر کوه که کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان از کامل است. کمکمون کن، ضعفای ما را درمان کن، بذار خودمون فروتن بشیم در حضور تو، تو اگه سرافرازی هست از تو باشه، در نام خداوند ما عیسی مسیح، آمین. برکت خدا را برای شما و عزیزانتون و کلیسای فارسی زبان در سراسر دنیا خواهانم.